درود میگویم به شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی من مانی هستم امروز باز هم در خدمت آقای دکتر رضا حاضلی و در ادامه برنامه‌ای که داشته ایم روشنگری درباره تاریخ ایران ماهیت کنونی و گذشته اون و امور فرهنگی که شما باش آشنا هستید امروز میخوایم درباره یکی از مسائلی که کمتر بهش پرداخته شده اما بسیار بسیار جدی است و در حال رشد هم هست سخن میگیم و اون ارتجاع سفید در ایران هست این ترکیب رو برای نخستین بار من از جناب حاضلی شنیدم در برنامه های پیشینمون و در جای دیگه مصراطه یادداشت روزانه شون به کار گرفتن و من میخوام از ایشون بپرسم که ارتجاع سفید یعنی چه از کجا پیدا شده چگونه شکل گرفته و امروز در کجاست امیدوارم که پرسش های دیگری هم من دارم در همین یک برنامه ما بتونیم به انتهاش برسیم اگر نه این رو در دو برنامه اجرا خواهیم کرد این نخستین بخش اون هست آقای حاضلی درود میگم به شما روزگارتون خوش سرحال باشید مثل همیشه و پرسش من رو شنیدید من میکروفون رو به شما میسپرم بله درود بر شما استاد مانی گرامی و بر بینندگان و شنوندگانتون در رادیو تلویزیون مانی بله موضوع بسیار خوبی رو به کار بردید بله من این ترکیب رو نخستین بار توی ادب پارسی در حدود پنج سال پیش در مقاله تحت عنوان ارتجاع سفید یا تخریب ایرانگرایی به کار برد و اما دلیل اون چه بود؟ دل... دلیل اون این بودش که من در واقع تاریخ آلمان رو به خوبی مطالعه کرده بودم و تاریخ ایران رو هم میدونستم و متوجه شده بودم که حرکت های مرموز اطلاعاتی برای به انحراف بردن ایرانگرایی از طرف یک سری جریان های مشکوک در واقع داره انجام میشه خب من اون موقعی که این مقاله رو نوشتم که همین الانم هم توی سایتم هست و توی اینترنت هم تو سایت تریبون زمانه و چند سایت دیگه منتشر شده مورد حمله شدید قرار گرفتم چرا؟ چون اون موقع شخصیت رو نقد کرده بودم که کوچکترین زنی نمی رفت که اینها یا به جمهوری اسلامی و یا به اسرائیل وابسته است از جمله شخصی جوانی بود که مدت ها در رسانه ها مطرح شده بود و ارزم به حضور شما که ادعا میکرد که زندانی سیاسی بوده نشان فروهری آویزون میکرد و از ایران باستان میگفت اما خب من که از چهارده سالگی در بنیاد نشابور تهران زیر نظر استاد فریدون جنیدی با زیر بم فرهنگ ایران و ایرانی آشنا شده بودم و زبانهای باستانی و شاهنامه و کتابهای باستانی رو میدونستم میدونستم که این ربطی به ایران گرایی نداره این بدترین برهه تاریخ ایران در واقع ساسانیان هست که مخصوصا انتخاب شده که یک نوع ارتجاع جدیدی در جامعه به وجود بیاد و من خب با همون بیپروایی و صداقتی که دارم گفتم آقای امید دانا ایشون وابسته است خب همه به من حمله کردن که تو چرا جوون به این خوبی رو میایی ازش انتقاد میکنی و فلان خب امروزه دیگه بعد از پنج سال و پس از تغییر جهت آشکار آقای امید دانا مشخص شده است که ایشون که بود و برای چه, چه, چه کار میکرد شخص دیگری هم بود که من دیدم به اسم آقای آرش گرگین که ایشون سایتی زده بودن به اسم فرزندان کوروش و داریوش ظاهرا فضا فضای ایرانی بسیارم خوب اما دارن از سپاه پاسداران و از احمدی نژاد تحت عنوان فرزند کوروش تعریف میکنن و احمدی نژادی که شال تالیت رو شال خاخام های یهودی رو به گردن کوروش انداخت به خاطر سپاس سپاسگزاری از کوروش به خاطر نجات یهودیان رو اومدن مطرح کردن به عنوان یک ایران دوست میهن دوست و ایشون آقای آرش گرگین هم شده بود که طرفدار آقای احمدی نشن. من گفتم که این جریان هم مشکوک است و یک ایرانگرا و ایرانگرایی کاری با در واقع فلسفه و فکر آقای احمدی نشاد که اون موقع میگفت اسرائیل باید از بین برود ندارد هرچند که کارهای عوام فریبی هم انجام بشود و شال تالیت یا شال بسیجی ها که حالا بهش علکی میگن بسیجی ها شال تالیت هست به گردن حتی کوروش هم بندازن مجسمه سمبولیک کوروش بعد سخنان اینها رو گوش دادم البته من بگم جریان ها زیاد بودن جریان دیگه ای هم بود به اسم رونسانس ایرانی آقای جیسون جورجانی که یک استاد دانشگاه بودن که بعدا من ایشون رو به صورتی به صورت مکتوب نقد کردم که حتی اون دانشگاه ایشون رو اخراج کرد به دلیل نجات پرستی و من اون مدارک نجات پرستی ایشون رو برای اون دانشگاه فرستادم و نقد من اونقدر قوی بود که در واقع آقای جیسون جورجانی رو از دانشگاه اخراج کرد و به خاطر که همه سخنان من مکتوب بود آقای جیسون جورجانی در جنبش رونسانس ایرانی که اتفاقا یکی دو تا از همکارانشون هم در تلویزیون شما هستن مثل آقای شاهین موسوی نژاد سید شاهین موسوی نژاد یا شاهین نژاد که در تلویزیون شما هستن آقای جیسون جورجانی میگفتند که آریایی دارای نشاد, نژاد برتر است و آریایی باید دارای چشم روشن باشه نمیدونم موی روشن باشه موی بور باشه خب من که سالها در باستان شناسی هم کار کرده بودم و یکی از معدود افرادی هستم من که در چندین رشته کار کردم یعنی هم در ایران شناسی هم در باستان شناسی هم در جامعه شناسی و هم علوم سیاسی و فلسفه و خب میدونستم که وقتی من در فعالیت های باستان شناسی دونستم که اصلا اولا نژاد به اون مفهومی که در صده بیستم میگفتن وجود نداره دوم من این که تغییرات نژادی با هاپلو گروپ ژنتیکی مشخص میشه نه با رنگ چشم یا رنگ مو بنابراین خب این مسئله پیچیده است که من الان واردش نمیشم متوجه شده بودم آقای جیسون جورجانی داره یک سری مسئله انحرافی مطرح میکنه خب این مسائل رو که من دیدم و بعد آقای جیسون جورجانی کتابی داشتن به اسم وضعیت استراری در جهان State Emergency of the World و عرضم به حضور شما که Emergency State of the World و عرضم به حضور شما که این باعث این شده بود که خب من میدونستم که پشت آقای جیسون جورجانی گروه آلت -Right در آمریکا هست و گروه آلت رایت -Right رو میدونستم که گروه های نجات پرست و نئونازی هستند خب البته من میگم من تمام این مدارک رو جمع کردم و این رو فرستادم برای دانشگاه ایشون و خب اون دانشگاه هم ایشون رو اخراج کرد اون چی که من دیدم دیدم نه یه صورت هماهنگ گروههایی هستند که از یک طرف اسرائیل اونها رو حمایت میکنه و از گروه دیگ... از طرف دیگر جمهوری اسلام من قبل از اینکه وارد ویژگی های ارتجاع سفید بشم و بگم تمام این گروه ها در چه ویژگی هایی مشترکند اه... یک بازی قدیمی جنبش سیونیسم جهانی رو برای شما اینجا آشکار میکنم سیونیست ها و آقای هرتسل پس از تشکیل جنبش، تشکیل رسمی جنبش سیونیسم برای نابود کردن مقاومت ها در برابر خودشون و گسترش نفوذ جهانیشون شروع کردن به ایجاد ناسیونالیسم انحرافی ناسیونالیسم انحرافی چیست؟ ناسیونالیسم انحرافی ناسیونالیسم آغشته به نجات پرستی و دیکتاتوریست یعنی پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار ناسیونالیسم نجات پرستی است اگر ناسیونالیسم با نجات پرستی یا راسیسم آمیخته بشود نه تنها ناسیونالیسم و میهن دوستی رو حتی حتی پاتریوتیزم رو در اون کشور نابود خواهد کرد بلکه برای دهه ها به حتی میهن دوستان اجازه نخواهد داد که سر بالا بکنن و اونها رو سرکوب میکنن و در دراز مدت باعث تجزیه کشور و نابودی هویت ملی میشه مثل اون بلایی که سر آلمان آوردن خب تحقیقات من نشون میداد که در آلمان دقیقا جنبش نازیسم رو آقای روتشایلد که از سیونیستا و یهودیان آمریکا بود فاینانس میکرد و به این جنبش پولهای های زیادی میفرستاد و همچنین امروزه مشخص شده است که آقای آدولف فیتلر که هاپلوگروپ ژنتیکیش رو امتحان کردن از روی فامیل هاش که در اتریش بوده گرفتن مشخص شده که ایشون دارای هاپلوگروپ ژنتیکی ایوان بی بوده که این برای متخصصان ژنتیک مشخص است که آقای ادولف فیتلر گذشته یهودی داشته پس بنابراین این یک تله سیونیستی بود برای اینکه آلمان رو که مقاومت میکرد در برابر نفوذ سرمایهداران سیونیست در آغاز در واقع صده بیستم نابود و تجزیه کنند و کلا خلع سلاح بکنند یعنی ناسیونالیسم ملیگرایی و میهندوستی آلمانی رو به زهر نجات پرستی و دیکتاتوری نازیسم آقشته بکنند تا اون کشور یک بار برای همیشه هم هویتش رو از دست بده تجزیه بشه مثل آلمان که به شرقی و غربی تجزیه شد و دیگه تا دهه ها نتونه سر بلند خب البته این تکنیک تکنیکی است که جامعه سیونیست جهانی در اوکراین هم به کار گرفت در همین چند وقت پیش که روسیه به اوکراین حمله کرد ما میدونیم که در واقع بهانه روسیه هم گسترش نازیسم و نژادپرستی پرستی در اوکراین بود و اتفاقا همون سناریوی آلمان در اوکراین هم اتفاق افتاد و اونجا هم یک رئیس جمهور یهودی مثل آقای زلنسکی که به ظاهر یهودی است و باید ضد نژادپرستی پرستی باشه اما برعکس دقیقا گروه های نئوفاشیست رو در اوکراین از جمله در واقع گروه پراوی سکتور یا سکتور راست و باتالیون آزوف رو در اوکراین که گروه های کاملا فاشیستی و نئونازیست بودن رو کی اینها رو حمایت میکرد آقای زلنسکی و امثال ایشون که خودشون یهودی بودن و باعث این شدن که این کشور بزرگ اروپایی هم مورد حمله قرار بگیره مطمئن باشید اوکراین هم تجزیه خواهد شد مثل آلمان و به اوکراین شرقی یا نووراسیا یا و اوکراین غربی یا گالیتسیا تقسیم خواهد شد خب من همون چهار پنج سال پیش حتی موقعی که هنوز این مسائل اوکراین اتفاق نیفتاده بود متوجه شدم همچین نقشه برای ایران هم هست که پس از ارتجاع سیاه به صورت موقت و برای چند سالی یک حکومتی حکومت دیکتاتوری تحت عنوان ایرانگرایی روی کار بیارن که این ایرانگرایی آغشته باشد به نجات پرستی به استبداد مذهبی زرتشتی تا برای چند دهه بهانه داشته باشند که بعدن کلا میهندوستی ایرانی و هویت ایرانی رو از بین ببرن و به این بهانه بعدا به ایران حمله بشه و ایران تجزیه بشه و در واقع نقشه گلوبالیست های افراتی در جهان که جهانی شدن افراتی و اون دیگه جوشانی است که آنتونی گیدنس در کتابش میگوید یعنی نابودی کامل تمام هویت های ملی و پدید اومدن یک جامعه در واقع بی هویتی که جورجیو آگامبن هم تئوریسین واتیکان و یا ژاک آتالی تئوریسین اسرائیل میگوید در واقع به وجود بیاد و حکومت جهانی یهودی مسیحی به پایتختی اورشلیم همان که ژاک میگوید تشکیل بشود و هویت های ملی نابود بشه این اون هدف گلوبالیستای افراطیست که باورمند نه به در واقع جامعه جهانی با حفظ اتاق خود در یک خونه مشترکن بلکه کلا معتقد به نابودی تمام اتاقها در خانه جهان و به وجود آوردن یک در واقع اتاق در یک خانه هستند یا اتاق بزرگ و اون حکومت جهانی هست که قانونهای مذهبی یهودی مسیحی از اون اون رو اداره خواهند کرد خب این کلک قدیمی رو در ایران هم زدن اما و جنبش های زیادی هم بود ارز کردم جنبش بازیابی ایران شهری که ادعا میکرد ایران شهری اصلا باید مذهبی باشه حکومت ایران شهری نمیتواند غیر مذهبی باشه خب من که شاهنامه رو خوندم میدونم که فردوسی نظرش درباره مذهب چیه فردوسی که میگوید همم هم شاهی و هم موبدی از او دور شد فرعی زدی فردوسی خیلی پیش از روشن فکران فرانسه معتقد به لایسیته و جدایی دین از حکومت و سیاست بود اما خب مکتب های انحرافی آقای آرش گرگین آقای جیسون جورجانی امید داناها که حالا بعدا هم روابط اینها مشخص شد با یا با اسرائیلی ها و یا با جمهوری اسلامی اینها می اومدن تبلیغ میکردن که نه باید ما ایران شهر یعنی حکومت مذهبی زرتشتی من که این جریان ها رو دیدم و همچنین یک جریان دیگه هم هست که من باز بگم اون هم یک جریان است که بسیار قدرتمند و خطرناک است جریان سید جواد تبا طبع تبایی هست که ایشون هم بازی آقای آقا سیدی هستند که ایشون جزویت هستند و دختر ایشون هم در دانشگاه جزویتی جورج تاون در آمریکا تدریس میکنه و این و مشاور کاخ سفید هم شد بعد از روی کار اومدن آقای بایدن و آقای سید جواد تباتبایی ایشون هم در داخل ایران تبلیغ ایران شهر اسلامی رو میکرد یعنی ایران شهر مذهبی منتها مذهب اسلامی اینا همه نشانه های خطرناکی بود خب من میدونم که مذهب ابراهیمی و کلا توحش ابراهیمی یعنی اسلامی ارزش های بنیادین اون با ارزش های ایرانی در تضاد و ما نمیتونیم بگیم ایران شهر اسلامی یعنی چیزی بین آب آتشین یا آتش آبی و کلا چیزهای بی‌ربطی است وقتی من این جریان ها رو در پنج سال پیش دیدم آمدم و ویژگی های این جریان ها رو همه رو در هم در کتگوری هایی نوشتم و مقاله ارتجاع سفید یا تخریب ایرانگرایی رو در واقع نوشتم تا تمام این جریان ها رو کتگوریزه کرده باشم یعنی اگر که فردا هم نامه نمیدونم به جای جیسون جورجانی به جای آرش گرگین به جای امید دانا افراد دیگری آمدند شما به نام ها توجه نکنید شما به کاری که اونها میکنن انجام بدید و ایرانگرایی سره سره رو که باعث قدرتمند شدن ایران می شود از ایرانگرایی ناسره و انحرافی تشخیص بدید این هدف اصلی بود که من در واقع مقاله ارتجاع سفید و پنج سال پیش نوشتم و الان بخشی از اون کتگوری ها و ویژگی های ایرانگرایی های انحرافی رو با شما در میان خواهم گذاشت بفرمید خواهش <applause> بعد سپاس جناب هازلی اشاره کردید به وقای اوکراین و حمله روسیه و اینکه زلینسکی چون یهودی است فاشیست ها رو در اونجا تقویت کرده خب پوتین هم همین میگه بعد چپ های روسوفیل هم همین رو میگن تفاوت دیدگاه شما با اونها در چیست اینو لازم زیاد طولانی جواب بدید برای اینکه از بحث اصلا دور میشیم فقط خواستم برای تفاوت جد... دیدگاه <متصفيق> بله تفاوت دیدگاه من با دوستان چپ در این است که حتی اگر آقای زلنسکی که آمد که این فکت است این واقعا انجام شد آمد و در این سال گذشته باتالیون آزوف و پراوی سکتور و غیره رو کسانی مثل آقای یارش که یک فاشیست تمام ایار است رو حمایت کرد در, در واقع اوکراین و همچنین سرمایه داران طبعی اسرائیل مثل کلومایسکی تمامشون از این فاشیست ها حمایت میکردن مثل آقای کلومایسکی که از اولیگارشی های اوکراین هست تفاوت من این است که آقای پوتین حق ندارد به این بهانه به کشور اوکراین حمله کنه هدف تفاوت من این است که در یک قسمتی از تحلیل با اون دوستان موافقه که آقای زلنسکی یهودی آمد و این فاشیستا رو اونجا تقویت کرد اما همون کاری که هیتلر که مشخص شده است که ایشون هم یهودی تبار بود در آلمان کرد اما تفاوت دیدگاه من با دوستان چپ در این است که در دوستان چپ رو نمیدونم منظورتون دقیقا کدوما هست ولی حال با اون کسانی ای که این رو میگن این است که من آقای پوتین رو تبرعه نمی کنم به خاطر حمله به اوکراین آقای پوتین حق نداشت که به خاطر در واقع این بهانه به اوکراین حمله بکنه و مردم اونجا رو به خاک و خون بکشونه این ما این حمله از نظر حقوقی نادرست بود به خاطر اینکه در حتی نه تنها انسانی که از نظر حقوقی هم نادرست بود به خاطر اینکه شورای امنیت سازمان ملل این رو تایید نکرده بود و فقط هم یک کشور یعنی حتی یک کوالیشنی یک دست یک گروهی از کشورها نبودن که حالا بخوان یک کاری رو انجام بدن یک کشور آمد و در واقع خواست که به این بهانه این رو برداره بنابراین من یک قسمت تجزیه رو که بله رئیس جمهور آقای زلنسکی بود که اینها رو تقویت کرد رو به رسمیت میشناسم قسمت دوم این است که من حمله به اوکراین رو در واقع تبرعه نمیکنم و موجه نشون نمیدم به خاطر اینکه حمله به اوکراین و نقض تمامیت ارزی و حاکمیت ملی مردم اوکراین است و خود اوکراین بودن مردم اوکراین بودن که باید از شر این نئونازیست ها در واقع خلاص میشه بسیار خوب به همین بسنده میکنیم و لطفا شما برگردید به اون به بحثمون داشتید کاتگوری عام در شناخت به اصطلاح آسیب شناسی جانگرایی و ارتجاع سفید رو هلو. می شمردید ده ده. ببینید شما به اسم ها توجه نکنید اصلا نگاه نکنید که اسم X است، Y است، Z است، هر اسمی کسی داشته باشه، هر اسمی جنبش داشته باشه. ما چندین جنبش رونسانس ایرانی داریم، بعضی هاشون هم واقعا نجات پرست نیستن، بعضی هستند. هستن. اصلا به اسم کار اگر بخواهید یک محک یک ملاک یک سنجی برای ارتجا و واپسگرایی داشت بدونید باید به نکات زیر توجه بکنید یک ارتجاع سفید انکار دموکراسی رو می کند و تاکید بر آریستوکراسی دارد یعنی بر این باور است که مردم ایران یک باز یک یه قسمتی از استدلالشون درسته اما قسمت نتیجه گیری که از این استدلال میکنن غلطه یعنی میگوید چون ارزم به حضور شما مردم ایران حالا از نظر آموزشی و پرورشی و مخصوصا در دوران جمهوری اسلامی آمادگی ندارن و اشتباهات زیادی میکنن در رای و رایشون امکان داره به دلیل فقر یا مسائل دیگر مثل اون کاری که آقای احمدی نژاد کرد با گونی سیب زمینی خرید و فروش بشه پس مردم ایران شایستگی دموکراسی ندارن پس باید یک سری آریستوکرات که این آقایون خودشون رو میدونن آریستوکرات و اشراف میدونن اینها باید بر کشور حکومت بکنن خب من میخوام به شما عرض بکنم که اه, من و در واقع باید به شما عرض بکنم که مدرنیته معتقد به دموکراسی است ما علم سیاسی و جامعه شناسی معتقد به قرارداد اجتماعی است یعنی سوشیال کانترکت است یعنی مشروعیت یا فرهمندی از مردم میآید یعنی این آقایونی که ادعا کنند دموکراسی حالا چون یک سری استدلال میکنن که الان در حال حاضر مردم ایران توانایی دموکراسی رو ندارن یا اشتباه میکنن پس کلا دموکراسی بده نخه شما در یک دوره حتی ده ساله پونزده ساله با یک آموزش و پرورش درست با یک سری اقدامات جدی که من در انقلاب ایرانی پیشنهاد میکنم میتوانید نسلی رو به وجود بیاری که اون نسل پس از ده سال پونزده سال بتواند با ابزار دموکراسی لایی کشور رو به بهترین وچه اداره بکن در صورتی که اگر آریستوکراسی رو در یک کشوری پیاده بکنید اون کشور دچار باند بازی خواهد شد و اون آریستوکرات ها حتی نسل اولشون هم اگر میهن دوست باشن نسل دوم و سومشون دچار فساد میشن و به همون بلایی دچار میشن که هزار فامیلی که قبلا ایران رو اداره میکردن دچار شدن پس بنابراین این من به شدت آریستوکراسی رو رد می کنم و طرفدار دموکراسی هستم پس کسانی که دموکراسی رو رد می کنند یکی از نشانه های اینا معتقد به حکومت دیکتاتوری هستند دیکتاتوری ها هستند و این یکی از نشانه های خطرناک ارتجاع سفید مسئله دوم حکومت مذهبی زرتشتی هست یعنی این آقایون میان و یک مسئله دروغی رو که هیچ کدوم از این آقایون هم شما دقت بکنید من از چهارده سالگی سابقه تحقیق در فرهنگ ایران شهری و ایران زمینی دارم اما این آقایون جالب اینجاست که همه یا مهندس بودن یا دکتر بودن اصلا در علوم انسانی تخصصی هم ندارن که من همه زندگیم در اونها بوده ولی ادعا میکنن که فرهنگ ایران شهری مذهبی است عجب پس ایر فرهنگ ایران شهری مذهبی است و برای همین هم هست که فردوسی میگوید همم هم شاهی و هم موبدی از او دور شد فرای زدی کجای این فرهنگ بوی مذهبی میدهد اگر دوران ساسانیان یک فرد روانی مثل کرتیر پیدا شد که اون کشور رو با باورهای بین و به ارتجاع مذهبی زرتشتی آمیخت در واقع و آلوده کرد این به این مفهوم نیست که فرهنگ پیش از اون این گونه بوده عمق دید این آقایان کم است سطحی هستند و تنها در دوره ساسانی باقی ماندن، نه دوران اشکانی رو فهمیدن چیست نه دوران حخامنشی رو نه دوران ماد رو و نه پژوهش‌های عمیق مثل فرض به فرماید اون گونه ای که من فرصتش پیش اومده بود در تاریخ هفتزار ساله ایران در, در واقع کابوش های باستانشناسی در صحرای در تپه گنور در صحرای کاراکوم کردم رو نه با اینها آشنا هستن یعنی به عمق هفت هزار ساله فرهنگ ایران آشنا نیستن برای همین هم هست که گاه شماریشون 2500 سال است یعنی فقط 2500 سال از تاریخ رو میدونن بیش از اون هم چیزی نمیدونن یعنی از بیش از 7700 سال فرهنگ ایرانی که با آزمایش های لومینیسنس اثبات شده این رو اطلاعی ندارن بنابراین چون دید ساسانیان رو میدونن که اتفاقا بدترین دوره از تاریخ ایران بود که ما تا به امروز داریم تاوان اون استبداد مذهبی کرتیری رو پس میدیم تنها تمرکزشون روی همون حکومته و چون در ساسانیان در واقع مذهبی بوده پس نتیجه گیری میکنن آقایون که فرهنگ ایران شهری باید مذهبی باشه و باید مردم رو به زور مذهبی کنیم تا جایی که امید دانا که اون موقع همکار رنسانس ایرانی بود و آقایان آرش گرگین و در واقع شاهین نژاد و جیسون جورجانی رو دعوت میکرد و با هم گفتگو داشتن آقای امید دانا میومد میگفتش که ما ایرانی حقیقی داریم و ایرانی حقوقی داریم و ایرانی حقیقی زرتشتی است و اگر زرتشتی کسی نباشد ایرانی حقیقی نیست تنها میتواند ایرانی حقوقی باشه یعنی یک دیسکریمینیشن سازمان یافته و ارگانیزه شده رو در واقع ایشون بیان کرد من البته اینو توضیح بدم من یک چندین ویدیو درباره ارتجاع سفید چهار پنج سال پیش نوشتم که هنوز در کانال درست کردم که هنوز در کانال یوتیوب من هست یعنی علاوه بر مقاله ارتجاع سفید چندین ویدیو درست کردم ویدیوها همه با مدرک است مستند است با ذکر در واقع گفته های اونها نقل قول اونها نوشته های اونها هست و الان در برنامه کوتاه شما فرصت نیست که همه اینا توضیح بدم شاید تا چند هفته آینده یک برنامه جدیدی در این باره بسازم که این نسل جدید که چهار پنج سال پیش برنامه ها رو ندیدن دوباره ذهنشون زنده بشه که سره رو از ناسره تشکیز بدن اما این آقایون معتقد به حکومت مذهبی هستند و حکومت مذهبی زرتشتی هستند و میگویند که مذهب مکتب ایران شهری مذهبی است من با استناد به گفته فردوسی و با توجه به سنتی که در دوران هخامنشی اشکانی و ماتا بوده است معتقد به جدایی سیاست از جدایی دین از سیاست و حکومت است عامل دیگر ارتجاع سفید در واقع دشمنی با مدرنیسم است یعنی ارتجاع سفید فرهنگ ایرانی رو تافته جدا بافته میداند نه بخشی از تمدن بشری نه بخشی از تمدن هند و ایرانی و نه بخشی از ابر تمدن هند و ایرانی و اروپایی و به شدت غرب ستیز است من بر این باورم که به گفته فردوسی باور دارم که موقعی که درباره رومیان صحبت میشه یعنی غربیان صحبت میشه میگوید که که فریدون نژادند و خیش تو اند کارت شود سخت پیش تواند من بر این باورم که ما باید با غربی ها با اروپایی ها با فرهنگ اروپایی با فرهنگ جهانی یک در واقع نه تقابل نه تزاد نه ستیز که یک زبان مشترک سعی بکنیم پیدا بکنیم نکته دیگری که این آقایون به اون اصرار دارند در واقع نجات پرستی من باز درباره مسئله نجات پرستی گفتم این آقایون عوض اینکه بیان هویت ابراهیمی رو نقد بکنن هویت یهودی مسیحی اسلامی رو و فرهنگی رو نقد بکنن اینها نژاد ابراهیمی رو نقد میکنن یعنی یهود ستیز و در واقع نجات پرست و آنتی آنتی هستند هستن و برای همین هم هست که اتفاقا اسرائیل از اونا حمایت میکنه چون این کلک قدیمی اسرائیل هست که و کلک قدیمی سیونیستا هست که همواره با حمایت از نجات پرستا در کشورها و اون کشورها رو نابود میکنن اونو نمونه آلمان و نمونه اوکراین رو گفتم و برای همین هم هست که میبینید چند روز پیش هم با یکی از این آقایون آقای منشه امیر گفتگو کرد بنابراین اون چیزی که میخوام به شما عرض بکنم این است که من بر این باورم که فرهنگ ایرانی تنها ارزش است values هست یعنی ارزش هست سوشال values هست ارزش اجتماعی هست سوشال relationship هست روابط اجتماعی هست و در واقع که اینها باید ایرانی شود تا ما نهادهای اجتماعی یا سوشیال اینستیتوت هامون در واقع دارای هویت ایرانی باشه من چند تا معلفه دیگر رو هم از اینا مطالب مهمی بود که خدمت شما گفتم اما من چند معلفه دیگری رو هم از روی مقاله قدیمی که البته این مقاله هم باید آپدیت بشه و بروز بشه برای شما میخونم من اونجا چند مطلب رو مطرح کردم و گفتم که در واقع این آقایون مرتج سفید همان چیزی هستند که دکتر محمد مقدم به اونها در واقع دین نوزرتشتی دوران ساسانی میگفت که در واقع به زرتشت ربطی ندارد به اون چیزی که زرتشت در گات ها گفته ارتباط نداره بلکه یک دین خودساخته ساخته است که موبدان متعصبی مثل کرتیر در دوران ساسانیان به وجود آوردن و با سنت های بین النهرینی اینها رو آمیختند و اون تعصب دینی ساسانی رو به وجود آوردن این افراد ویژگی هاشون رو در مقاله من اینگونه نوشتم که یک که الف جایگزینی هدف اینها این است این هدف مرتجعین سفید جایگزینی بنیادگرایی و فناتیسم اسلامی با بنیادگرایی و فناتیسم زرتشتی چون اینها معتقد به لایسیته نیستن ب مخالفت با مدرنیته عقب ماندگی جامعه ایرانی و به ویژه میهم پرستان ایرانی و پیروان خود این مکتب که اینها اغلب افرادی هستند که تحصیلات در زبان در زمینه علوم انسانی ندارن از مدرنیته اطلاعی ندارن و تاکید متعصبانه بر مذهب میکنن یعنی مثل جمهوری اسلامی که این ور دیوار قش کرده اینها میخواهند اون طرف دیوار قش بکنن پ در انداختن و ایجاد دشمنی با جهان غرب و تقابل فرهنگ و تمدن نحیف و ضعیف ایرانی با تمدن قدرتمند غرب و در نتیجه نابودی تمدن ایرانی اینها از اینکه بیاین مثل من در کتاب مانیفست اندیشکده ایران زمین تمدن ایرانی رو بخشی از ابر تمدن هندو ایرانی و اروپایی معرفی بکنن تا اون رو قدرتمند کنن تمدن نحیف و ضعیف ایرانی رو در برابر غرب قرار میدن و غرب ستیزی میکنن که گفتم این خلاف حتی شاهنامه هست که فردوسی میگوید درباره غرب که فریدون نژادند و خیشتون تو هند شود سخت پیشتون حالا درباره ت مسئله بعدی عدم تلاش و جستجو برای اشتراک منافع و پیوند منافع تمدن ایرانی با های قدرتمند و همزاد اروپایی و هندی اینها ایران رو تافته جدا بافته میدونن و عوض اینکه ایران رو در یک بلاک قدرتمند با متحدان تمدنی مثل هندی و اروپایی قرار بدن اون رو در برابر اون قرار میدن سه ادامه برداشت صحیح و علمی از فرهنگ و دین و هویت متکثر ایران زمین و فروکاستن تمدن ایرانی و ایران زمین به ایران شهر این رو میخوام من به شما بگم که ایران شهر همه ایران زمین نیست ایران شهر که نخستین بار در کتاب های ساسانی از جمله نامکی شطرستان های ایران به زبان پهلوی درباره اون سخن آمده ایران شهر بخشی است از ایران زمین و ایران شهر منظور همین بخش های داخلی ایرانه ولی شامل بسیاری از بخش های ایران از جمله افغانستان، تاجیکستان و مناطق کردنشین نمیشه چه اینکه شما در شاهنامه فردوسی حتی یک بار نام ایران شهر نیومده در صورتی که بیش از دو هزار بار نام ایران زمین و ایران اومده. نکته بعدی که میخوام خدمت شما عرض کنم ویژگی این جریان های مرتجه هست منظوی کردن ایران و پیروان این مکتب از تغییرات جهانی و در نتیجه عقب افتادگی روزافسون برای ایران و پیروان این مکتب یعنی کسانی که باورمند به این مکتب های ایران شهری هستند اکثرشون خواهان منزوی کردن ایرانن و میگویند ما راهمون از جهان جداست نه من چون این چیز رو در مانیفست اندیشکده ایران زمین پیشنهاد نمیکنم و من ایران رو بخشی از تمدن جهانی میدونم و به هیچ عنوان در فکر تئوریزه کردن انزوای ایران نیستم چون میدونم این انزوا منجر به نابودی ایران خواهد شد مسئله بعدی طرح آرمانهای بزرگ و بازی با احساسات ایرانیان ولی عدم ارائه راه حل عملی و مکانیزم رسیدن به این آرمان ها هست برای مثال این آقایون موقعی که از ایران نام میبرن یک کشور با یک نقشه ای میکشن مثل زمان نقشه هخامنشی بدون اینکه توجه کنن در بسیاری از اون سرزمین ها الان مردمان غیر ایرانی زندگی میکنن همه اونها رو ایران شهر مینامن و میگن همه اینها رو ما باید تحت یک کشور متحد کنیم در صورتی که من بر این باور نیستم من بر این باورم که سرزمین ها و کشورهای ایرانی نباید یک کشور بشوند بلکه باید یک اتحادیه یک کشورهای ایران زمین بشوند که اون رو من در مانیفست اندیشکده ایران زمین توضیح دادم چون من معتقد به تمدن ایرانی هستم نه تنها به کشور ایران مسئله بعدی که باز در امتداد همین بازی با احساسات هست عدم داشتن دید تمدنی به ماهیت فرهنگ ایرانی و داشتن دید محدود کشوری در نتیجه نفهمیدن آنچه که در جهان در حال انجام است که بر پایه تئوری تمدنی ساموئل هانتینگتون برخورد و رقابت میان تمدن‌های گوناگون است یعنی آنچه که در جهان در حال وقوع هست و از جمله دیدگاه تمدنی و برخورد تمدنی که اجندا و دستور کار بسیاری از سازمانهای های قدرت جهانی هست و اینا اصلا نمیدونن اصلا در جریانش نیستن چون میگم اینها در زمین علوم انسانی تحقیقی نکردن و نمیدونن اصلا در جهان چه خبره یعنی یک اوستا خوندن و همون در دو سال پیش واقعا باقی موندن عدم به رسمیت شناختن کشورهای دیگر حوزه تمدن ایرانی و دشمنی و فهاشی و ایجاد نفرت بین تاجیکستان، افغانستان، ایران و کردستان آقای آرش گرگین و آقای امید دانا مخصوصا در این زمینه استادند آقای آرش گرگین و امید دانا به افغانها توهین کردند به تاجیکا توهین کرده بودند. برنامه هاش رو من فیلم های مستند همه رو ساختم حتی موقعی که اینها دارن این حرفا رو میزنن رو من نشون دادم کورت ها رو مسخره کردن و بنابراین کاملا مشخص است که هدف اینها در واقع شوانیزم در واقع فارسیست نه اینکه به تمدن ایرانی علاقه داشته باشید نکته جالبی که شما باید بدونید این است که ارزم بزرگ شما که این جریان ها همه هیچ کدومشون مستقل نیستن و چه جریان امید دانا که امروزه بعد از پنج سال هرچند من و پنج سال پیش مسخره میکردن و میگفتن چرا به این جوون معصوم حمله میکنی خب امروز مشخص شده که ایشون چه کاره هست و آقای امید دانا و بسیاری از کسانی مثل اینها اینها وابسته به سپاه پاسداران هستن آقای آرش گرگین که رسما اصلا کتاب زده بود ایشون سایت زده بود فرزندان کوروش و داریوش و تبلیغ سپاه پاسداران و آقای احمدی نژاد رو میکرد و بسیاری از جریان ها هم از جمله آقای جیسون جورجانی و برخی جریان های رنسانس ایرانی مورد حمایت اسرائیلند و اسرائیل اینها رو دعوت میکنن در اختیارشون رسانه قرار میدن من برای مثال فقط شما مقایسه بین برخورد با من و دیگران رو شما ببینید من رو یکی از همشهری های من به اسم آقای فرزام کرواسی که سنندجی بود ایشون من رو یک بار که کارمند رادیو اسرائیل بود من رو یک بار به رادیو اسرائیل ایشون دعوت کرد و من فکر میکردم منم تعجب کرده بودم گفتم که خب این حتما با اجازه آقای منشه امیر بوده چه چقدر خوب شده اینا باور من به دموکراسی شدم بعد از اینکه من رو به رادیو اسرائیل دعوت کردن و مصاحبه انجام شد آقای فرزام کرباسی رو یک سال منف... یک ماه منفصل کردن از خدمت دقت میفرمایید در صورتی که همین افراد افراد دیگر رو دعوت میکنن در اختیار اونها بلنگو میگذارن و غیره بنابراین اون چیزی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که این جریان های انحرافی معمولا یا به وسیله جمهوری اسلامی برای بدنام کردن فرهنگ ایرانی حمایت می شود و یا به وسیله اسرائیل برای زدن کلک قدیمی که در آلمان زدن و کلکی که امروزه در اوکراین زدن و چنین, برنامه ای رو برای ایران فردا هم در نظر دارند که اگر یک وقتی کمربند سبز برژینسکی یا پیمان ابراهیم کشنر از دستشون در رفت و مردم ایران دیگر رو نتونستید با حکومت مذهبی و ابراهیمی هویت ایرانی اونها رو سرکوب کنید اگر قرار است که ایران گرایی زنده بشود ایران گرایی وابسته مسموم آلوده به نجات پرستی آلوده به ارتجاع مذهبی و باورمند به حکومت مذهبی زرتشتی و مخالف دموکراسی در ایران به وجود بیاد که چنین ایرانگرایی با چنین سمی که یک شیرینی خواهد بود که یک سمی در اونش قرار دارد در واقع نام ایران و نام هویت ایرانی رو بد خواهد کرد و ایران و هویت ایرانی رو نابود نیز خواهد کرد این کاملا مشخص است که این جریان ها جریان ها یعنی که حمایت میشوند و برای همین هستش که ارزم به حضور شما که من اینها رو پنج سال پیش به شدت نقد کردم متاسفانه وقتی دیگه این مدت بیشتر وقتم با جریانهای دیگر بود و فرصت نکردم که دوباره به نقد اینها بپردازم مطمئن باشید که به زودی به نقد کامل و جدی و مستند اونها با ذکر مستندات و فیلم و ویدیو و مترک و کتاب همون گونه که پنج سال پیش کردم و ویدیوش هنوز وجود دارد خواهم پرداخت آقای حضلی ما شش دقیقه از وقت ما باقی مونده من یه پرسشم دارم با اون اینکه این جریان ارتجاع سفید یک جریانه جدی هست پشتوانه ای در درون مردم داره یا نه گروه ها و افراد پراکنده ای هستند که چون این مطالبی رو مطرح میکنن حال یا معمورند یا معذورند یا واقعا باورشون بله. این امر دیگر است بله بفرمایید بله ارزم به حضور شما که پایگاه مردمی اینها بسیار پایین هست اما اینها رو به عنوان آلترناتیو در نظر گرفتن ببینید موقعی که در شما در من میدونم پس ذهن در واقع این آقایون در اسرائیل و جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران چی هست اینها بر این باورند که اگر یک وقتی اینان از کفشون در رفت و مردم ایران پس از 43 سال استثمار ابراهیمی با با طرح کمربند سبز برژینسکی و اکنون با پیمان ابراهیم از هویت ابراهیمی خسته شدن و خواستن به هویت خودشون برگردن به عنوان آلترناتیو ایرانگرایی مسموم ایرانگرایی منحرف ایرانگرایی آغشته به دیکتاتوری تعصب مذهبی و نجات پرستی به اونها پیشنهاد بشه تا همون بلایی که سر آلمان و اوکراین اومد سر ایرانی ها هم بیاید بنابراین این که من میخوام به شما ارز کنم در حال حاضر جدی نیست اما یک شاخه از این که ایران شهر اسلامی هست که در درون ایران آقای سجواد تبا طب که جزویت هستند و وابسته به کلیسای واتیکان هستند. در واقع به شدت دارن ایران شهر اسلامی رو تبلیغ میکنن و من این هم یک نوع دیگری از ایران شهری منحرف هست چون ایران شهر ارزش های بنیادین ایران شهری با ارزش های بنیادین اسلامی و ابراهیمی در تضاد هست از جمله در آزادی، آزادی فکر، آزادی اندیشه پوشش زیبایی شناسی و تمام ارزش های این دوتا رو کنار هم اگر یک جدول بگذارید و تشکیل بدید اینها با هم در تضاد هستند بنابراین این جریان خطرناک در درون ایران رو من نمیتونم نظر بدم که قو قوی هست یا نه فقط میدونم که به شما بگم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و ارزم به حضور شما اطلاعات سپاه تریبون کاملا در اختیار آقای سه جواد تبا تبایی برای گسترش شنین ایران شهری مسمومی که ایران شهر اسلامی است که ایشون میگوید رو قرار دادن اما درباره گروه هایی که خارج از ایران هستن اون چیزی که من میبینم این است که آنچنان طرفدار زیادی ندارن ولی به هر حال وجود دارن و می توانن اینها رو به عنوان یک آلترناتیو در, نق... در... در واقع دوران گذار که دوران حساسی است اینها رو مطرح بکنن و ایران رو از چاله ارتجاع سیاه به چاه ارتجاع سفید بندازن و همون بلایی که سر آلمان آوردن و یا اکنون سر اوکراین میارن رو سر ایران هم بیار سپاس فراوان آقای دکتر حاضری گرامی و نیز از شما بینندگان و همراهان از رادیو تلویزیون مانی من فکر میکنم که در مورد این موضوع که اهمیت هم اصلا کم نیست خیلی اهمیت داره چون ما باید بدونیم با این پرتوهایی که افکنده میشه راه آینده ما رو ببینیم این اشباهی که پنهان شدن در گوشه و کنار راه ما رو باید بشناسیم چون اینها فردا وارد اون راه میشن و مسیر رو ممکنه عوض بکنن این برنامه به نظر من برای شناخت بخش از این اشباه سیاسی خطرناک گویا بود از شما سپاس بذارم تا برنامه بعد بدرود سپاس از شما بدرود